لیمون فیل تقدیم می کنم. آنکی اکه اکی مهد دایماز آیکو چلک برگ چلک اغور چاوش اغلو حقان مریز بیلر اندوشن کلکان و لنی فیلوزوف دختر چوپان. Hayat sevince güzel, sevmek ömrü bedel. Aşk kapıyı çalınca, aklın başından gider. Hayat sevince güzel, sevmek ömrü bedel. Aşk kapıyı çalınca, aklın başından gider. برم اون بورکایی که آبجو ظریف درست کرده بهشون بدم بخورن تا بفهمن چقدر هنرمنده. مطمئنم خیلی خوششون میاد. آی امینه چیکار میکنی؟ من این بوریکا رو برای آبجی مریم درست کردم، کجا میبری؟ خب بازم درست کن، خیلی بوی خوبی داشت، گفتم برم بین مردم خیرات کنم. خیلی خوب باشه، دوباره درست میکنم. ببینم بابا بزرگ کجاست؟ اون بالا خوابیده. لان اولم böyle olmaz. Olmaz, yapılmaz. Lan oğlum böyle olmaz. Bir güzele vuruldun, yanma, yakma. Lan oğlum böyle yakma. Lan oğlum böyle olmaz. El aleme ne dersin, el aleme. Ne dersin, el aleme. بخنده آقا سباش، شاهنامه آخرش خوشه، مگه نه؟ سبگی چه بوی خوبی میده، اونو ببر بذار تو. دست درد نکنه امینه، چرا زحمت کشیدی؟ نوش جونتون، من درست نکردم که، هنر آبجی ظریفه. واقعا اصلا انتظار نداشتم از این کارا بلد باشه. او خواهرم انواع بورکا رو بلده، با مزه های مختلف، با گوشت درست میکنه، با سبزی درست میکنه، کلن یه ساعته آماده میشه. یهو میری خونه میبینی یه میز عروسی بزرگ آماده کرده. حالا که اینطوره بگو این شمارم بزنه ببینم بلده یا نه. چرا به زحمت افتادی مختار، خودم درستش میکردم. اختیار داری آقا شناسی، تو جایی که من هستم چرا شما درستش کنی؟ عثمان بابا چی میگه؟ شمعک دیگه چیه؟ چیزه ایچی شمعک دیگه ها. خیلی به درد میخوره، خیلی، یعنی انگار تو جنگ پیروز شدی. خب حالا که دیگه مشکلم حل شده، فکر کنم میتونید از اینجا برید دیگه، پاشید برید. پسر با تو هم یعنی چی؟ منظور چیه؟ بله عثمان، جواب امینه رو بده، این شمعک یعنی چی؟ کدومش؟ بسته دیگه بسته، زود باشین، از دوستایی ما بریم بیرون، باشین بریم. خواهد تو سرت عثمان، خواهد تو سرت، باقید خواهد تو سرت. دارین ما رو میندازین بیرون؟ سرگی سر کن، تو دخالت نکن. ببخشید شما دارین ما رو بیرون میکنین؟ اجازه بدین توضیح یه لحظه بدین به اینا نگاه کنم. آه نه اینا نمیشه، اینا کوچیکه، کاروان ما خیلی بزرگه مختار، خیلی. بسه دیگه بسه، دیوونم کردی، دیوونه شدم، از روستای من پاشیم بریم بیرون. نمیرم از روستات بیرون، نمیرم مختار، نمیرم بیرون. یه کاری بکن دیگه، چرا هیچی نمیگی؟ امینه جان صبور باش، کاری از دست من بر نمیاد. آخه من طرف کیا بگیرم؟ حسابتو میرسم، سب...
بابا بزرگ، مگه با شما نیستم؟ ظریفه چرا داد میزنه؟ بابا بزرگ، خیلی تمام نمیدی. امینه بیا بریم مختار، بیا، مردم این روستا به تو احتیاج دارن، باید بریم مختار. بابا بزرگ، آخه الان وقتش بود ظریفه خانوم، دو دقیقه نتونستی اون زبونتو نگه داری. خواهرشون چی شده؟ میخواستی چی بشه امینه خانوم؟ مگه نگفتی بابا بزرگ خوابیده؟ نخوابیده بود؟ نه خیلی نخوابیده. کی داره ازت میپرسه؟ من میپرسم، جوابمو بده. حتما رفته کلبه، حالا مگه چی شده؟ یعنی چی امینه؟ اون قند خون داره، فشار داره. خب حالا گناه من چیه؟ گوش کن، حسابتو میرسم، بذار اول بابا بزرگو پیدا کنم. ظریفه؟ بله. چته خوبی؟ آره خوبه. بابا بزرگم فرار کرده، نمیتونم پیداش کنم. عزیزم حتما رفته جایی، خب برمیگرده، نگران نباش. رفیق این حرفو نزن، معلوم نمیشه که ممکنه هزار جور برا سر آدم بیاد. بهتره جای وقت تلف کردن بریم بابا بزرگو پیدا کنیم. زود باش مختار، تو هم دست پسرتو بگیر، همه جا رو باید بگردیم. لازم نیست، خدا نکنه اینا بخواد به ما کمک کنن. من خودم میگردم بابا بزرگمو پیدا. راست میگی خواهر، ما خودمون بابا بزرگمونو پیدا میکنیم. من گفتم تو هم بیا، تو میمونی خونه، وقتی بابا بزرگ اومدم به من خبر میدی، حداقل به یه دردی بخور. خواهر رفته پیش فادیما، لازم نیست بترسی. اتفاقا منم از همون میترسم. ببین ظریفه، به من چه ربطی داره آخه؟ مگه من گمش کردم؟ انگار من کاراگاهم، اصلا به من ربطی نداری. تو چرا اینجا وایسادی؟ را بیافتی که پسر جون، را بیا، خودو بیا بری. آخه من چرا اینقدر بد شدم؟ اصلا حرف نزن عثمان. بابا بزرگ، صدای منو میشنوی بابا بزرگ؟ ظریفه چرا داد میزنی دخترم؟ بابا بزرگمو ندیدی خاله نوران؟ نه ندیدمش. تو ندیدیش؟ نه ندیدمش. منم تازه از خونه اومدم بیرون. چی شده دخترم؟ چیزی نشده، اگه دیدینش به من خبر بدی. باشه، جواب بابا موشی بدم. بابا بزرگ، هی میخوام جلو زبونمو بگیرم ولی نمیتونم. چرا رفتی جعبه قلبی گرفتی؟ مگه بچه دبیرستانی هستی؟ اون خرسی که دست توه چی؟ میخوای باش فیلم ترسناک بگیری؟ پسر آخه تو چی میفهمی این چیزا؟ دختر عاشق عروسکه. حالا ببین. سلام ظریفه. وقتی هدیه‌تو میخوای بدی قیافت دیدنی. خیلی خوب، اصلا بیا همزمان بهش بدیم. هدیه هر کیو قبول کرد اون یکی باید بکشه کنار. قبول. ظریفه. آقا خلیل عجب آدمیه ها، به نظرت کجا رفته؟ کجا میخواستی بره؟ حتما رفته قهوه خونه. به اینا اهمیت نده، الکی دارن شلوغش میکنن. اونجا این حرفو نمیزدی؟ دخترم مختار رو ندیدی؟ میخواست گیر بده به ما. دوست داری که از اینجا بریم؟ تو اینو میخوای؟ نه نه، من اینجا خیلی دوست دارم. آم دیگه سبگی، نمک تموم شده، برو یکم از ظریفه اینا بگیر. میگم بهتر اونجا نرم، سرشون شلوغه. میخوای برم از آسمان خانم بگیرم؟ سبکی فقط یکم نمک میخوای بگیری، اینجا نزدیکتره، برو. چه حرفیه که میزنی، واقعا از تو بعیده مامان. حق با توی دخترم، برو پیش آسمان خانم، اونجا دورتره. سلام. لعنتی زده به سرت. ظریفه این همه مدت الکی همدیگر رنجوندیم، اگه این هدیه رو قبول کنی خیلی خوشحال میشم. من برات نیستم حرفای شیکو با کلاس بزنم ظریفه، اما برای خانم‌ها خیلی ارزش و احترام قائلم. به نظر من جوونه خوب. ظریفه خواهش می‌کنم این هدیه رو قبول کن تا مشکلاتمون حل بشه. خواهش می‌کنم. یه مرد باید بدونی چطوری یه زنو جذب کنه. در واقع زنی مثل تو به این احتیاج. بس کنین دیگه، چیکار می‌کنید؟ سر در نمیارم، کلی هم کار دارم، حوصله شماها رو هم ندارم. لطفاً هدیه رو قبول کن. اگه این هدیه رو قبول کنی واقعاً خوشحال میشم. ببین چقدر بامزه است. ببین اگه این هدیه رو قبول کنی من خیلی خوشحال میشم. مثلا حوصله شماها رو ندارم. بابا بزرگم گم شده. بس کنید دیگه. بابا هدیه نمیخوام. بابا بزرگم گم شده. دارم دنبالش میگردم. واقعاً چه؟ میدونی چیه ساواش؟ این دختر اصلا مشکل داره. ببینم این دختره الان چی گفت؟ گفت بابا بزرگم گم شده. میخوای چیکار کنی؟ بری دنبال بابا بزرگش بگردی. آفرین پسر، اتفاقا فکر خوبی بود. تو داری جدی حرف میزنی؟ همه چی تا وقتیه که خرمون از پل بگذره. بریم بابا بزرگ رو پیدا کنیم. خدایا ببین به چه روزی افتادیم. تو خونه حبسمون کرد بستم بود، برق و قطع کرد بستم بود، الانم داره شکنجمون میده. آخه مگه شوهر کردن گناه داره؟ ایلکنور، ایلکنور خواهر. ببینم نکنه پیدا کردی. چی را؟ دختر از صبح تا حالا داریم دنبال سوزن میگردیم دیگه، یادت نمیاد؟ ناچ آمه رو میگم برای اینکه جلوی خوشبختیمونو بگیره سوزن انداخت، اونم یادت نمیاد؟
ای خدای مهربون، خودت میدونی رستم بابای عزیزمون میخواد چی کار بکنه. به این نگاه کن آخی، نگاه کن خواهر خوشگلم، نگاه کن خواهر عزیزم به چه روزی افتادی. ای سر عقل اومدین؟ آره سر عقل اومدیم. تو چرا میخندی؟ برو بیکارت، نمیخوام قیافتو ببینم، بری. به من چه دختر، اگه زورت میاد برو این حرفا رو به بابات بزن. آی به خدا دارم دیوونه میشم، با هم دست به یکی کردین. آره اتفاقا باید برم، آقا خلیل گم شده، باید برم به ظریفه بگم. نگاش کن ببین چه جوری راه میره. خواهر جون ایلکنور، ایلکنور بارش پیاز خوردم، بوکم بده میدم. خدایا سواش جان، مرد من، ببین پرنسست به چه روزی افتاده، بیا نجات بده از این زندون منو. ایلکنور دختر بلند شو، بلند شو، همه جا کسیف شد. خوشم اومده. چرا باید عجیب باشه؟ اینجا مثل بهشت میمونه. هیچ وقت فکرشو نمی کردم بتونم غیر از شهر جای دیگه زندگی کنم، اما با یه تصادف اومدم اینجا. زندگی دیگه پر از سورپرایزه. آره دقیقا. یکم از خودت بگو، نمیشناسمت. من تو استانبول موسیقی میخوندم، دو سال به سختی طاقت آوردم، یه حوزت به سرم، نمیدونم چی شد، برگشتم روستا پیش مادره. خوشحالی اومدی؟ قبل از اینکه با تو آشنا بشم نه. حالا چی؟ آره هستم. سلام بچه ها، امیدوارم مزاحمتون نشده باشم. ماما تو اینجا چی کار میکنی؟ خب این سوال من بود. هیچی، ما داشتیم با هم حرفای روزمره میزدیم. داشتیم درباره نسبیت آینشتاین حرف میزدیم. منم دیگه داشتم میرفتم، مامانم نگران میشه. خوبه خوبه، با اجازه برو به سلامت. سلام برسون دخترم. خدافظ. ماما پسرم چرا اینجوری نگاه میکنی؟ من که از اول پرسیدم مزاحم شدم یا نه؟ مگه نه؟ اصلا میوزه هرچی بخواد بشه، دیگه خسته شدم به خدا. آمید آره باش بسرم، چی میترسیم؟ از این چی نترسیم؟ بابا بزرگم کجاست؟ بابا بزرگه؟ بابا بزرگت نیست، سریفه. یعنی چی که نیست؟ تو بابش رو خیب گرفته؟ گفتم که نیست، میخواستم ببینمت، برای همین گفتم بیای. آی خدایا، آخه عامر چرا اینقدر احمقی؟ تو میخوای منو دیوونه کنی؟ آره دیوونم میخوای بکنی؟ ای منم چه دیوونه شدم؟ ازش که دیوونه شدم، مگه کوری نمیبینی؟ آخه پسر، منو ببین، به خدا اون مغز کوچیک تو کل روستا پخش میکنه. صبر کن ظریفه، یکم گوش بده. من همه چیو خریدم به جون دختر، نمیبینی تو چه حالی ما؟ ساکت شو عامر، آخه تو چرا حرف منو نمیفهمی؟ من حالم ازت به هم میخوره عامر، من تو رو نمیخوام، نمیخوامت. این حرفو نزن ظریفه، مگه من چه بدی در حقت کردم؟ ها من از وقتی یادم دوستت داشتم، از خیالت راحت کنم، هیچ کی مثل من دوستت نداره. بلم کن تو رو خدا، برو پی کارت. گوش کن، میگم برو پی کارت. ظریفه من دلم میبینم، تو رو خدا این کار نکن. عامر دست از سرم وردار. تو بگو بله، من تو هر وقت بگی منتظرت میمونم. عامر بس کن دیگه، تمومت کن دیگه. من تو رو میگیرمت، تو زنم میشی. بیا منو بگیر، بیا. حالا میبینی اگه نگرفتمه؟ آره حتما، بذاری احمق. ظریفه، ظریفه. آقا، صبر کن، شنیدم این اطراف یه جای زیارتی هست، تو میدونی کجاست؟ آره میدونم. چی شد په؟ آفرین،
بعد همین کارو بکن. آها زود یاد میگیری. آقا ساله شما اینجایین؟ منظورتون چی هست خانوم؟ خب من ماهیگیرم، شاید به خاطر همینه که اینجایی. ای بای راست میگی به خدا، منم تو خونه کلافه شده بودم، حوصله‌ام خیلی سر میرفت، گفتم بیام بیرون یه هوایی بخورم. خوب کاری کردی، خوب کاری کردی. آقا ساله، من میخواستم در مورد یه مسئله با شما حرف بزنم. برای بفرمایی، گوشم با شما. سمت جم پسرم، تو برو اون طرف رو جمع جور. چشم برو چشم. بفرمایی. میشه با پسرم آرکان مثل یه پدر حرف بزنین؟ آخه این اواخر کارای عجیب غریبی میکنه اصلا. پسر تو؟ اما آرکان خیلی پسر خوبی بود، مطمئنی اشتباه نمیکنی؟ درسته همینطور بود، پسر خوبی بود، اما انگار یکم اخلاقش عوض شده، منم درک نمیکنم. شاید برای اینه که یه مرد بالا سرمون. بله بله. حالا مثلا چی کار میکنه؟ مثلا این که چیز مثلا تو یه چیزایی زیاده روی میکنه. آرکو؟ آره، بعدش هم تا صبح خونه نمیاد. ای دادو بیدار. من میگم میشه شما مثل یه پدر باهاش حرف بزنید؟ میشه مثل یه پدر راه درست و نشونش بدی، اصلا راه نماییش کنی، مثلا چه میدونم یکم عوضش کن، مثل یه پدر. باشه چش، مثل یه پدر باش حرف میزنم. همه باش حرف میزنم. مثل پدر باش حرف بزنی. باشه چش، مثل پدر باش حرف میزنم. باشه. الله بگو تو خیابون مثل این گداها ترانه نخونه لطفا، بگو بره تو مسابقات استعدادیابی شرکت کنه. آقا ساله، تعریف از خود نباشه ها، اما من خیلی خیلی آدم منطقی هستم. شما نگران نباشه اسمو، من با ارکان حرف میزنم. آه خیلی بری به سلامت. آه خیلی من. تو به کارت برس بسه، به کارت برس. آقا، ای این اطراف یه زیارتگاه هست درسته؟ منم میرم اونوری، بیا بالا. دمت گرم. سلام خانم. سلام. داری میری اونجا دختر ببینی؟ نه بابا، من دارم میرم عمو خلیل رو. آخه این پیر مرده کجا؟ سالان چه وقت گم شدن بود؟ خسته نباشی خاله جان، یه سوال داشتم. خاله مادرتی؟ بله بله، میخواستم بگم که مادرت هم دخترموی منی. بله بله، حق با شماست. من پس اگه گفتی من چی تو میشم؟ چی؟ بگو ببینم من چی میشم. یعنی چی؟ مگه تو پسر قیامیسی؟ شبیه اونه؟ بله، خود خودشی. بروی به بابات سلام برسو. خدا یارم گرم و زده میشم. جام که نیست. پس این آقا خلیل کجاست؟ بابا بزرگ، آخه شما اون بالا چی کار میکنین؟ تویی؟ من میخواستم اون سربندی که فادیمه بسته رو باز کنم، ولی باز زده رفته بالای اون شاخه بستتش. سب کن، الان میفتی تکون نخور. نه بابا، چرا بیفتم؟ من کل بچگیمو روی این شاخه‌ها بودم پسر جون. بابا بزرگ، تو اون موقع بچه بودی، بیا پایین دردسر درست میکنی یا بیا. نه من تا سربند فادیمه رو باز نکنم نمیام پایین، الان فادیمه قراره بیادش. باشه، من بهت قول میدم خودم یکی از همونا برات میخرم، بیا پایین. نه خیلی لازم نکرده، من همینو میخوام، وقتی من و فادیمه به هم برسیم این آرزومون برآورده میشه. بابا بزرگ، این که خیلی خوبه، وقتی فادیمه اومد دستشو میگیری میری. سربند میخوای چیکار؟ آخه من نمیدونم چطوری باید بیام پایین. من خودم هم اومدم بالا، ولی نمیدونم چجوری بیام پایین. حالا مراقب با شاخه ها رو نشکنی،
سب کن من میام پیشت. باشی چی؟ چی کار میکنی پسرم؟ ببین مراقب باش پسرم. سب کن جوانیم چیزیمون نمیشه بابا بزرگ. چی شد؟ خدا خفت نکنه. آخه بچه جون چرا حرف بزرگتر تو گوش نمیدی؟ آخه تو با اون سنه چطوری رفتی اون بالا؟ اگه بتونم بیام پایین که خودم بهت یاد میدم. داده بیداد. حالا بیخیال ببینم شماره موبایل ظریفه رو داریم؟ سب کن ببینم باید داشته باش. کجا بگیش؟ بگیر بگیر یه نگاهی روش بده. الو ظریفه، منم ساواش. کدوم ساواش؟ آخه تو چند تا ساواش میشناسی؟ آه من خیلی ساواش میشناسم، هزار تا میشناسم. مثلا به تو چه؟ چرا منو به حرف میگیری؟ من کلی کار دارم، زود باش حرفتو بزن تمومش کنه. هیچی میخواستم بگم بابا بزرگو پیدا کردم. خب دیگه قطع کن، خدافظ. چی؟ پیداش کردی؟ حالش خوبه؟ آروم باش دختر، آروم باش. بابا بزرگ حالش خوبه، تو نگران نباش. خدا شکرت. اما یه مشکلی داریم، نردبون لازم داریم، ما تو زیارتگاهیم. آها باشه باشه، نردمونم میارم. باشه باشه، قطع کن میام اونجا. خدافظ، میبینم. انگار آب شده رفته تو زمین. ظریفه، ظریفه. چیه؟ چی شد؟ تونستی با بزرگو پیدا کنی؟ آره خدا رو شکر ساواش پیداش کرد. لعنت به این شوز. چی؟ نه نه، منظورم اینه که حالش چطوره. آها نه نه نه، حالش خوبه. فقط گفت نردبون لازم داریم، باید یه نردبون جور کنیم. نردبون دیگه چیه؟ نردبون دیگه همونی که پله داره ازش میرن بالا. میخوای برای توضیح بدم؟ تو نردبونم نمیدونی چی؟ اصلا کلا نمیفهمی؟ نمیفهمی انگار. چرا زل زدی؟ خب خواهم کن نردبون پیدا کنم. بوده دیگه. زندگی تو کاروان سخت نیست؟ آخ چی کار میکنی؟ اوستای تو قصاب بوده؟ دستم یکم لیز خورد، ببخشید. هیچی نمیشه. آهای مردم، هیچ کس حق نداره با این آدم های جدید حرف بزنه. هیچ کس نباید حرف بزنه. حتی اگه مشکلی پیش اومد براتون، حق ندارید از اونا کمک بگیری. نباید از اونا کمک بگیری. نباید از اونا کمک بگیری. خب اگه یهوی خوردن زمین، یه لگد ما باید بزنیم آقا رستم. یاشار، این به ذهنم نرسیده بود. خجالتم نمیکشه، میفهمی چی میگی؟ از این به بعد اگه یکی از اونا اومد تو مغازتون، نباید باهاش حرف بزنید. حتی با توجه به خبری که احمکنون به دستم رسید، دشمن وارد لونه زنبور شده. اهالی، همه هدفتون مغازه حسین آرایشگر باشی. با دشمن ریختی رو هماره؟ این چی میگه؟ این اینجا چه کار میکنه؟ منم همینو میگم. این اینجا چی کار میکنه؟ به خدا نمیدونم. خیلی بیشرفه. تازه داره خودشم اصلاح میکنه. اینجا چه خبری؟ من که بهتون گفتم این خیلی پررویه، ولی باورتون نشد. نگاه کنید. خب من اومدم اصلاح کنم. آره اومده، منو خبر نداشتم. کسی که بدون اجازه وارد مغازه بشه، خدا میدونه فردا پس فردا کجا میره. از اینجا برو. برو دیگه. برو دیگه. بسه دیگه. تمومش کنید. شما منو خار زلیل کردین، تحقیرم کردین، خانوادم رو مسخره کردین. شما اصلا مهمان نواز نیستین، حتی جواب سلام منم ندادین. این چه وضعشه ها؟ این چه وضعشه؟ به نظرت برای چی؟ چون غریبم برای همین. آره تو، اگه من غریبم یعنی دست ندارم. تو اگه من غریبم یعنی چشم ندارم. اگه غریبم یعنی آدم نیستم. مگه همه ما مثل هم غذا نمیخوریم؟ مگه هممون تو سرما سردمون نمیشه؟ تو گرما عرق نمیریزیم؟ اگه دستم زخم بشه خونریزی نمیکنه؟ اگه شوخی کنید نمیخندم؟ شما اینو میخواین؟ آره اینو میخواید. این کار نکن، خودتو نزن. داره فیلم بازی میکنه پسر، باور نکن. فکر نمیکنم فیلم بازی. ما رو ببخش. نگاش کن چه فیلمی بازی میکنی، خجالت بکش بابا. وقت دلت خواست بیا اصلاحت کنم رفیق. دیگه بات بد رفتاری نمیکنی. مردم شما هم بگین فیلم بازی میکنه. ازت انتظاری نداریم، بهت کمک میکنیم. مگه نه آقایون؟ بله کمک میکنیم. قول میدین؟ بله قول میدین. بله قول میدین.
پسر عقل ببنگه دارم براتون به حساب تک تکتون میرسم یا بری چه خوب بازی کردم خودم هم باورم نمیشه شناسی تو برو بازیگر شو خسته نباشی کاپیتان خیلی ممنون ارکان کجا بودی؟ هیچی همینجوری داشتم یه چرخی میزدم خسته نباشی ارکان سب کن سما من میرم تا جایی برمیگردم سب کن ببینم میخوای بریم یه هوایی بخوریم با نظرت چیه؟ کاپیتان شمایی هم بفرما هر جا دلت خواست با هم بریم میدونی چیه وقتی آدم درگیر زندگی میشه دیگه همه چی یادش میره مثلا برای آدمایی که دوستشون داره دیگه زیاد وقت نمیذاره میره به راههای ناخرف اما تو بچه خوبی هستی یعنی تو راهت کج نمیشه کاپیتان تو منظور خاصی داری؟ هر کامت تو رو دوست دارم خودت هم اینو خوب میدونی میخوام باید راحت حرف بزنم برای چقدر مشروب میخوری پسر جون این چه حرفیه کاپیتان من اصلا مشروب نمیخورم جدی میگی؟ آره نمیخورم خونم که دیر وقت بری همش مثل این آوارا تو کوچه خیابونا میچرخی برای چی؟ من؟ بله تو؟ سوء تفاهم شده کاپیتان نکنه منو با کس دیگه اشتباه گرفتی من شبا زود میخوابم ندیدم که این کارا رو میکنی اما گفتم شاید میخوای سرگرم بشی خب تو هم یه پسر جوونه دیگه آره خوب اگه حوصلت سر رفت یا خواستی سرگرم بشی اصلا خجالت نکش باشو بیا پیش خود دوتایی با هم میریم ماهیگیری باشه کاپیتان همینه دیگه من دیگه برگردم سر کشتی موفق باشی همچنه خوشحالم که دیدم خوبه به سلامت نه چه چیکار میکنی؟ بله من مگه قرار نبود بری اصلاح؟ وای خبر نداری که اگه بدونی چه اتفاقی افتاد؟ دلم کن شناسی کلی کار سرم ریخته مردم میبینن دیوونه سلام سبگی میدونی چقدر منتظرت بودم؟ نمک کجاست؟ نمک؟ چیز شد؟ میخوام غذا درست کنم منتظرم نمک بیاری نمک نیاوردی؟ بیلش کن ماما نمک برای بدن ضرر داره برای طبیعت هم ضرر داره راست میگه دیگه ما تو طبیعت داریم زندگی میکنیم والا. نمک، شکر، همسایه باید از همه اینا دست بکشیم همینه دیگه اصلا هر کاری دلشون میخواد بکنیم غذاتون هم خودتون درست کنیم شب که شد وقتی گشنتون بشه اون موقع ازتون میپرسم زندگی طبیعی چه لذتی داره حالت خوبه؟ آره؟ بابا بزرگ خوبی؟ دختر جون آخه چرا مردم رو به زحمت انداختی؟ مگه من چه صدمه به شما میزنم؟ من اینجا منتظرم فادیمه بیاد من حالم خوبه بله فهمیدم که خوبی فهمیدم حالت خوبه پاشو بریم خونه هرچه خیره همون میشه نه من میخوام منتظر بمونم بذار فادیمه بیاد بعد میرم بابا بزرگون کار داره برای همینم هم نتونسته بیاد بیا ما بریم باشه نه بابا اون برادره بیخیرش نظیفو که میشناسی مشکل همونه اون نمیذاره فادیمه بیاد اما من منتظر میمونم اگه من برم بعد اون بیاد خیلی بد میشه باشه بابا بزرگ باشه پس ما هم منتظر میمونیم بعدش هم با هم میریم خوبه؟ باش